سلام به شما فرزندان خداوند خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه در این جایگاه هستن و چهره زیبای تک تک شما رو میبینم خیلی خوشحال هستم و سلام میگم به کسایی که از طریق مدیا در اخصان نقاط دنیا دارن صدا و تصویر کلیسای پادشاه ابدی رو از امریکا استیت واشنگتن شهر سیاتل میشنوند یا میبینند خوش آمدگویی برای تک تک شما عزیزان چه از راه دور چه از راه نزدیک امروز بازم من هیجان زده هستم مثل روزهای گذشته که در این جایگاه قرار می گیرم کاملا اون حضور رو متوجه میشم اون حضور روح خدا رو متوجه میشم و هیجان وصف ناپذیری منو میگیره امروز خداوند میخواد با قلب های تک تک ما صحبت بکنه ولی قبل از اینکه گوش بدیم به کلام خداوند به حضورش میریم خداوند شکر پدر آسمانی شکر به خاطر محبتی که به ما داری شکر به خاطر قدرتی که در تو داریم دیگر ما انسانی ضعیف نیستیم ای خداوند چون تو در ما زندگی میکنی و از این بابت بسیار خرسند و خوشحالیم ای خداوند ای روح القدس ما گوش های جانمون رو باز کردیم تا از تو بشنویم بیا ما رو به فراوانی در بر بگیر برای تمام کسایی که دارن صدای تو رو میشنوند قوت تو رو میطلبم تا صدای تو به قلبها ها بشین و برای خودم ای خداوند حضور تو بریز که من گوینده کلام تو باشم از خودم چیزی نداشته باشم چون کلام تو قلب ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده لمس میکنه و در نهایت مال خودش میکنه به قدرت نام عیسی آمین خدا رو شکر برای امروز خدا رو شکر برای این ایام که ایامی است همونطوری که شبان مرداد عزیز گفت تولد فیزیکی ایسای مسیح به صورت خدای جسم بوشیده و تمام شهر رو میبینیم چراغونی کرده است تمام کلیساها ها مزینه. و این خوشیشون رو دارن به یک نحوی نشون میدن که چقدر خوشحال هستن برای اینکه عیسی مسیح آمده عیسی نجات دهنده آمده عیسی که ضعیف ها رو بلند میکنه ایسایی که قدرت زمین و آسمان در اون کار میکنه شاید از تک کلامایی که استفاده کردم به تیتر موعظه امروز رسیده باشید یا اگه نه نرسیدید خودم میگم اون پیامی که امروز خداوند به قلب من گذاشته تیترش اینه ضعیف یا توانا آیا ما انسان های ضعیفی هستیم؟ ما موجودات ضعیفی هستیم؟ یا نه؟ آدم های خیلی توانایی هستیم توی دنیا خیلی دیدیم تفکرات انسان ها که سرچشمه دنیاوی داره اینطوری به انسان ها میقبولونه بعضی ها میگن آقا ما ضعیفیم ما ضعیفیم یه گوشه هستیم کار با کار کسی نداره یه دی میگن نه ما قوی هستیم ما قوی هستیم میتونیم تسلط داشته باشیم بر هر کس بر هر چیز بر هر موقعیت و گاهی اوقات میبینیم که خیلی از مسائل دنیاوی رو استفاده میکنند برای اینکه به دیگران بگن ما قوی هستیم ما قدرتمندیم مثل پول مثل موقعیت مثل یا هر چیز دیگری ولی یک سوال میخوام بکنم مگه خداوند ما را شبیه هم خلق نکرده چرا پس یکی قوی خلق میشه یکی ضعیف خلق میشه مگه خدا عادل نیست عدالت خدا اینو میگه که به یک اندازه موقعیت برای همه مهیا کرده. پس چرا بعضی از آدم ها احساس ضعف میکنن؟ بعضی هم احساس سوپرمنی میکنن. امروز به این میخوایم برسیم هم از بابت دنیوی هم از بابت روحانی. خدا رو شکر. ولی قبل از اون میخوام بگم که خداوند خدای عادلیه خدای بینظیریه شاید بعضیا بگن نه خداوند عادل نیست کسایی که هنوز قلبشون به مسیح ندادن چون من با آدم ها خیلی صحبت میکنم کسایی که هنوز قلبشون به مسیح ندادن یا کسایی دادن هنوز قوت نگرفتن میگن چرا من شرایطم اینطوریه دیگری شرایطش اونطوریه و این عدالت اد... نیست امروز میخواییم ببینیم و اینو گوشزد بکنیم که خداوند عادله عادل بی نظیره. حالا چرا اینقدر اختلافات هست بهش خواهیم رسید هر چقدر از خداوند بیشتر ما شناخت پیدا بکنیم به عادل بودن اون بیشتر پی میبریم برای اینکه عدالت خداوند جزء ذات خداونده همونطوری که قدوسیت جزء ذات خداونده تغییر ناپاپذیره همونطوری که محبت خداوند تغییر ناپذیره و همونطوری که میدونیم خالق بودن خداوند تغییر ناپذیره حالا چرا بعضی خودشون رو ضعیف میبینن و بعضی توانا این یه سواله ولی گاهی اوقات باید به سوال خوب توجه کرد به نظر من خیلی ساده است جواب این موضوع زمانی که انسان دارن از ضعف یا از توانایی صحبت می کنند از جنبه انسانی معیارهای انسانی رو در نظر می گیرن. از ظروف انسانی دارن استفاده می کنند و با مقیاسهای انسانی دارن اون رو بررسی می کنن. را با نمره یا درجه انسانی دارن مقایسه میکنن و بذاریم مثال بزنم ما میگیم انقدر کیلومتر بر ساعت پس داریم کیلومتر رو این سرعت رو بر مبنای ساعت داریم حساب میکنیم انقدر مایل در ساعت موقعی که این مبنا تغییر کنه کل جریان تغییر پیدا میکنه مبنای تفکر انسان دنیاست پول داری قوی ماشین بنز و بینوه داری پول داری اصله وستی میتونی هر کاری بکنی اما خیلی بزرگه دیگه هر کاری کردی کردی دیگه هستن هر کاری کردی بر مردم هر ظلمی کردی تو قوی هستی این میارای انسانیه گفتم امروز معیارهای انسانی رو بررسی میکنیم و به معیارهای الهی رو هم بررسی خواهیم کرد که اصلا قدرت و ضفت در مقیاس خداوند به چه معنیه خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست بیریم میریم جلو جلوتر خیلی ها دوباره میگم خودشون رو ضعیف میبینن و خیلی ها خودشون قوی بله این میار دنیای فانی این احساس رو در انسان ها به وجود میاره ضعف یا توانایی و همین که یه سری احساس ضعف میکنن و یک سری احساس توانایی گناه میتونه اونجا جولان بده ظلم میتونه جولان بده استعمار میتونه جولان بده دروغ میتونه جولان بده چون قویه چون رادیو تلویزیون داره دنیا رو به شکل دیگه میخواد درست بکنه مخصوصا برای نوجوان جوانای ما ما الان داریم میبینیم هر کسی یه گوشی داره کسی اگه توی تیک تاک نره عقب افتاده است کسی اگه اپل دوازده سینزده پونزه نداشته باشه هیچی نداره دارن اینطوری تلقین میکنن به ما این قدرت هایی که از دنیا میخوان حکومت بکنن ولی این خواست ارادی خداوند نیست اصلاً میار خداوند نیست نمیخوام زیاد به هاشیه برم خوب بعضی ها رو توانایی قدرت و پولشون خودشون رو بزرگتر میبینن و هم فشار میارن و بیعدالتی اونجا گسترش پیدا میکنه و این خلاف ارادی خداونده پس گناهه گناهه ببینیم درباره گناه صحبت کنیم میدونیم که هیچ انسانی گناه هیچ انسانی عادل نیست همه گناه گناه کردن. ببینیم به کلام خداوند دارم اینو میگم برای اینکه گناه از طریق این انسانها داره پیاده میشه اعمال قدرت اعمال زور یه طوری تلقین میکنن که خودشون قوی تو ضعیفی تا اگه ماشین پراید داری ضعیفی من لامبرگونی دارم قوی میاره انسانی بریم رومیان باب سه آیه 23 یه آیه کچوچیک ولی خیلی عمقی زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند همه گناه کردند ما در کلام خداوند می خونیم که تنها خداوند داور عادله خداوند داور عادله خدا رو شکر خدا شکر و زمانی که بین انسان ها عدالت نباشه بقیه مشکلات هم یکی پس از دیگری رخ خواهد داد چون ظلم به همراه خودش میاره مثل کشور من که الان به مردم من داره ظلم میشه این بی ادالتیه. از احساس قدرت خیلی از کساست و از اون طرف احساس ضعف خیلی از آدم هاست بریم مزموره. ولی ببینیم کلام خداوند چی میگه مزمور 89 آیه 14 تا 17 خدا شکر برای کلام خداوند که نشون میده کی قویه کی ضعیفه آیا واقعا ما ضعیفیم خب مزمور 89 آیه 14 تا 17 اینو میگه عدالت و انصاف اساس تخت توست ای خداوند رحمت و راستی پیش روی تو میخرامد چون فقط خداوند عادله اگر خداوند عادله باید با معیارهای خداوند ما نگاه بکنیم به قدرت و ضعف ما بر همین دارم این آیه رو میخونم دوباره میخونم عدالت و انصاف اساس تخت توست رحمت و راستی پیش روی تو میخرامد خوشا به حال قومی که آواز شادمانی را میدانند در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید در نام تو شادمان خواهند شد تمامی روز در عدالت تو سرفراشته خواهند گردید زیرا که فخر و قوت ایشان تو هستی و به رضامندی تو شاخ ما مرتفع خواهد شد شاخ نشانی قدرت دیگه هر در کلام خداوند شاخ و... یعنی شاخ البته الان تو, اینستاگرام خیلی هم میگن شاخ مثلا شاخ اینستاگرام هن. اون شاخ رو میگم ما. شاخی که از کلام خداونده یعنی قوت یعنی قدرتمندی نیرو, نیرو مندی خدا رو شکر حالا بیشتر از منظر کتاب مقدس ما بررسی میکنیم درباره ضعف و قدرتمندی انسان ها بسه کلی براتون بگم انسانی که در شناخت پدر آسمانی رشد کرده باشه میدونه که به عنوان انسان خیلی خیلی ضعیفه ما اصلا انسان قوی نداریم آدم ها فکر میکنن قوی هستن <applause> فکر میکنن قوی هستن ولی خیلی راحت اگر این نفسی که رفت پایین نخواد بالا بیاد و اون آدم میفهمه که اصلا قوی نیست خیلی ضعیفه یادمه <تصفح> حتما میدونید من ورزشم وزن ورداریه. و سالهای سال وزن ورداری کردم و سالهای متعددی مربی بودم و افتخار اینو داشتم مربی تیم ملی کششورم باشم در سال 2004 و در مسابقات آسیایی حالا نمیخوام زیاد به اون بگم و زمانی که ورزش میکردم خیلی احساس قدرت میکردم اصلا دیویز کیلو یه پر کاه بود ولی یه روز یک اتفاقی برام پیش اومد که راهی بیمارستان شدم جالب این بود که فردایش حتی نمیتونستم انگشت پا بتکون بدم انقدر ضعیف بودم ولی روز قبلش با دیویز کیلو اینه که دارم بازی میکردم و اونجا پی بردم انسان چقدر ضعیفه فکر میکنه قویه فکر میکنه ما قوی هستیم ما خیلی 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 ضعیفیم دارن با اون کسایی که صحبت میکنن تیبون دارن یا به هر شرایطی فکر میکنن خیلی قوی هستن نه تو قوی نیستی من و تو قوی نیستیم فقط خداوند قویه خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که قدرت ماست قوت ماست حتی قوی ترین مردان عزیزان در مقابل عظمت بی نهایت او ضعیف هستند ضعیف هستن همه ضعیف هستیم همه ما ضعیف هستیم میدونین چیه این کسی که احساس کرد ضعیفه خدا رو را اول راهه در استارت خوبی میزنه خدا رو شکر اول راه اگر ما دونستیم ضعیفیم میفهمیم که احتیاج به کمک داریم و این دقیقا نقطه مقابل فکرهای انسانی فکرهای انسانی که میخوان با قدرت خودشون همه چیز رو حل کنن با قدرت خودشون گناه ها کنن با, گناه خود، با قدرت خودشون حق ناحق بکنن یا با قدرت خودشون انقدر سجده بکنن تا خداوند و راضی بکنن که اینا رو بیشتر دوست داشته باشه یعنی <تصفحنت> رفتار شریعتی رفتار انسانی دقیقا کسی که میفهمه ضعیفه و کسی که میفهمه احتیاج به کمک داره میفهمه که از دست خودش کاری بر نمیاد و فقط در خداوند میشه این قدرت رو گرفت خدا رو شکر انسان ها دیر خیلی دیر میفهمن که خودشون میتونن مشکلات خودشون رو حل کنن و تلاش بیهوده هم میکنن مخصوصا ما اینو در کتاب مقدس خیلی واضح میبینیم تو پیدایش بارها گفتم من عاشق کتاب پیدایشم چون العاده است توی پیدایش ما گناه انسان رو میبینیم گناه یعنی نایتاعتی از کلام خداوند نایتاعتی از حرف خداوند و میبینیم که خودش میخواست یک طور این موضوع رو ماسمالی کنه حل کنه انسان حالا گناهی کرد دید لخته از حضور خداوند خالیه همه شما میدونید بذار توی پیدایش بخونیم ببینیم چه موضوعی پیش اومد چون خیلی مهمه تو این خیلی سوال کردن پیدایش باب سه آیه هفت پیدایش باب سه آیه هفت موقعی که انسان نا کرد گناه کرد این اتفاق افتاد آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اوریانند در صورتی که از اولم اوریان بودند ولی فهمیدند که اوریانند خیلی جالبه پس برگ های انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند چرا این کار کردن؟ برای اینکه لخت بودن خودشون به واسطه نااطاعتی از خداوند و خوردن و میوه ممنوع که همون گناه باشه بپوشونن کاور کنن تصور کنید با برگ انجیر به همدیگه دوختن ستر کردن کاور کردن خودشون برگ درخت انجیر برگ درخت انجیر حالا میگه شما رضا چرا اینقدر چسبیده به این برگ درخت انجیر برای اینکه میخوام یه آیم توی متا بخونم برای شما <applause> متا باب 21 آیه 19 البته در اناجیل دیگه هم قید قید شده ولی من متا رو انتخاب کردم متا 21 19 21 19 خب شما میدونید که درختی رو دیدن از دور دیدن چقدر چقدر سبز اومدن انجیری بخورن ایسا با, با شاگرداش اومدن دیدن انجیر خبری نیست هرچی از برگه برگ چی؟ انجیر و عیسی یه چیزی گفت آن را گفت عیسی بس از نوز و که نوز بخونم آره. و در کنار راه یک درخت انجیر دیده نزد آن آمد و جز برگ بر او هیچ نیافت پس آن را گفت از این به بعد میوه تو تا به ابد بر تو نشود که در ساعت درخت انجیر خوش شد واو بعضی ها میپرسن آخه عیسی چرا درخت انجیر رو لعنت کرد تا ابد دیگه میوه نده آره میدونی چرا انسان گناه کرد خودشو برگ انجیر بست عیسی اینجا میدونی برگ انجیر به چه معنیه اعمال انسان شریعت اعمال انسان زور انسانی ایسا گفت تا به ابد میوه نخواهی آورد یعنی چی؟ یعنی شریعت دیگه کار نمیکنه من آمدم من آمده ام مثل دوباره این آیه رو بکنم فوقلاده است فوقلاده است و در کنار راه یک درخت انجیر دیدن نزد آن آمده و جز برگ بر آن هیچ نیافت پس آن را گفت از این به بعد کی گفت عیسی به درخت انجیر که فقط برگ داشت سمبل شریعته، سمبل اعمال انسانیه سم، سمبل قدرت های ماست بکن کنکن های ماست با اعمال خودمون خدا رو میخوایم راضی نگر داریم از این به بعد میوه تا ابد بر تو نشود هللویا بعضی میخوان با اعمال انسانی خودشون رو قبیل کنن نه no. <applause> خدا رو شکر اگر عزیزان دقیق به عهد عتیق نگاه کنیم میبینیم که یکی از موضوعات اصلی که در عهد عتیق ما میبینیم اینه که انسان با قدرت خودش میخواد از پس گناه بر بیاد چرا دارم اینا رو میگم؟ چون رب داره که آیا ما در خدا ضعیفیم یا قوی هستیم چجوری قوی میشیم از کدوم طریق قوی میشیم ما که ضعیف هستیم شما روز تو که میگی ما انسان ها خیلی خیلی ضعیف هستیم چجوری میتونیم قوی بشیم با اعمال خودمونم که تو میگی نمیشه با شریعتم که نمیشه تا به ابد میوه نخواهد آورد میگم عجله نکن انسان ها میخوان با قدرت خودشون بگن ما قوی میکنیم میتونیم ما همه کاره هستیم ولی تو عهد عتیق اگه نگاه کنیم یا اصلا به زندگی آدم ها نگاه کنیم اصلا همچین اتفاقی نخواهد افتاد که انسان ها با قدرت خودشون با شریعت و رفتار و اعمال خودشون بگن ما قوی هستیم این قدرت ماست این رفتار ماست خدا را راضی نگه میداریم اصلا همچین اتفاقی نخواهد افتاد به یک دلیل خیلی بزرگ می دونین دلیلش چیه که با قدرت انسانی هیچ موقع نخواهد همچین اتفاقی افتاد چون اگر چنین میشد اصلا احتیاجی نبود ایسا بیاد اصلا احتیاجی نبود عیسی بیاد ایسا آمد برای اینکه میدونست که ما با قدرت انسانی خودمون همیگیم قوی هستیم قوی نیستیم ما خیلی ضعیف هستیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست عزیزان ما به خودی خود در جسم انسانی ضعیف هستیم ناتوان هستیم هر کی باشیم هر کی باشیم در جسم انسانی ما ضعیف و ناتوانیم پادشاه باشیم وزیر باشیم استاندار باشیم آیت الله باشیم آیت سلا باشیم هر چی باشیم نمیتونیم ضعیف هستیم ولی یه ولی داره زمانی که میفهمیم و به مسیح ایمان میاریم و اجازه میدیم روح خداوند بیاد در ما و اون گناهان ما رو در روح ورداره و روح القدس در ما کار بکنه به این پی میبریم که چون قدرت روح خدا در ماست قدرت کی در روح ما در ماست قدرت روح خدا در ماست چون کسی که به مسیح ایمان ایمان میاره از گناهان پاک میشه و روح القدس دوباره این موقعیت پیدا میکنه که در وجود ما ساکن بشه روح خدا در ماست روح خدایی که قادر مطلقه قدرت زمین آسمان درشه بارها گفتم خداوند دست خالی نخواهد آمد و موقعی که ما اینو بفهمیم که ما انسان ضعیفی هستیم احتیاج به کمک داریم و بریم به حضور عیسی و از اون کمک بخوایم برای اینکه بیاد ما رو نجات بده گناهان ما رو پاک پاک بکنه واقعا موقعی که افتادیم به پاش زانو زدیم و بهش گفتیم عیسی ایمان دارم تو به خاطر گناهان من بر روی صلیب کشته شدی ایمان دارم بر این و ایمان دارم خون پاک تو میتونی فدیه گناهان من بشه بیا در من پرشو و زندگی من عوض بکن من به تو به عنوان یک نجات دهنده و خداوند ایمان دارم اون موقع گناه در روح برداشته میشه روح خدا میاد در من و توی ضعیف کی میاد خداوند روح خداوند خداوند قوی 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 قویه پس یک اتفاق میفته هر موقع به ضعف خودمون پی بردیم و زانو زدیم و توبه کردیم و اجازه دادیم روح خدا در ما بیاد و اینو فهمیدیم که روح خدا در ما داره کار میکنه اون موقع قوی هستیم خیلی به مسیح ایمان آوردن ولی هنوز نفهمیدن که قدرت خداوند در وجودشون چقدر میتونه کار بکنه چه قدرتی درشون وجود داره فقط یک شنبه بیان بیان کلیسا یه سرودی بخونن و برن ولی بله ما ایمان داریم بعد کار خودشونو بکنن اینطوری نیست باید ما بفهمیم و چند تا آیتم ما اینجا مراعات بکنیم چون روح اون در ماست ما قوی هستیم چون خدا بسیار بسیار قویه خدا ضعیف نیست خدا قویه و زمانی که فهمیدیم و مطیع بیچون و چرای اون شدیم بعضی میفهمم ولی موتی بیچونه چرا نمیشن همش چرا آف، چرا من چرا اون چرا من تمیز بکنم چرا اون موعظه بکنه چرا من چرا اون نه موتی بیچونه چرا بیچونه چرا ای خدا بند. به جاهای خیلی بحالش داریم میرسیم از عزیزان به اون جایی که قوت خداوند رو میتونیم بتلبیم توی زندگی ما به فراوانی نکم به فراوانی او میخواد بیاد ما رو برکت بده به فراوانی تمام این چیزا تمام این موعظه رو خداوند تو قلب من گذاشته که با شما صحبت کنم که بدونید ما یک آدم ضعیف نیستیم اگر در مسیح هستیم قوی هستیم خدا رو شکر و زمانی که فهمیدیم و مطیع بیچونه چرا اون شدیم و اراده اونو در زندگیمون طلبیدیم و فروتن شدیم و اجازه دادیم که روح اون به فراوانی در ما رو دربر بگیره اون زمانه که قوت میگیریم او oh, هللویا قوت میگیریم نه تنها قوت میگیریم جان تازهی میگیریم جان تازهی میگیریم او oh, هللویا شکرت خداوند کاملا متوجه میشیم که جان تازه‌ای داریم میگیریم و که قوت خداوند داریم میاد در وجود ما میفهمیم که جان تازه‌ای داریم میگیریم و اون زمانه که از ضعف های خودمون برمیخیزیم بی واو من ضعیف نیستم رو خداوند در من کار میکنه من قوی هستم بی چون و چرا اطاعت فروتنی خدا رو شکر و اون موقع است که از دل و جان شادان میشیم شادمان میشیم شادمان میشیم از دل و جان شادمان میشیم و برای اون میسراییم که ای خداوند من ضعیف هستم ولی در تو قویم چون تو, تو قدرتمندی در تو چقدر قدرتمندم در جسم انسانی ضعیف، در تو قوی. بله، ما در اون قوی هستیم. شاید زمانی ضعیف بودیم. موقعی که دنیا به ما میگفت تو ضعیفی. بله، الان قوی هستیم. حتی اگر در غر مشکلات باشیم، در دلتنگی ها و ناامیدی ها باشیم و تم، تمام فشار دنیا بر ما بیاد جان ما در اون شادمان تو اینو فهمیدیم تو اینو درک کردیم حضور اونو قوت اونو در زندگیمون فهمیدیم و میدونیم که نجات ما چون از جانب اونه ما نجات یافته هستیم و قوت اون در ما کار کار میکنه و اون موقع میدونیم و اینو میگیم که فیض تو مارا کافیست فیز تو ما را کافی است ببریم به دوم قرنتیان باب دوازده آیه نو یک سوء تفاهم رو میخوام اونجا من رفت کنم برای کسایی که از این آیه بعضی وقات سوء سوی تفاهم دارن دوم قرنتیان دوازده نو مرا گفت فیض من تو را کافی است زیرا که قوت من در ضعف کامل می گردد. پس به شادی بسیار از ضعف خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود یک سوی تفاهم اینجا هست خب خیلی عزیزان یه روایتی هست که پولس داره اینو میگه و یک خاری در پشتش بود و به خداوند میگه خداوند این خارو بردار خدا میگه نه نه همینطوری مریض بمون همینطوری مریض بمون بعدن این به این آیه استناد میکنن که فیض من را کافی است بمون همینطوری مریض بمون کی اینو گفته خدای محبت البته نمیخوام بحث بکنم اون خار روحانی بود یا خار جسمانی بود ولی میخوام این آیه رو باز بکنم برای شما و مرا گفت فیض من تو را کافیست. موقعی که فیض میگیریم قدرت خداوندم در ما هست پس اون موقع ضعیف نیستیم که همینطوری اون مریضی رو تحمل کنیم بگیم فیض و تو ما را کافی است موقعی که به فیض خداوند ما کاملا اشراف پیدا کردیم فیضی که میاد و نجاتی که شامل حال ما میشه قدرت اونم تو زندگی ما میاد این یه پکیجه فقط آزادی از گناهان نیست میگه فیض من تو را کافی است و بعد ادامیده میده زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد خدا میگه قوت من در تو کامل میگرده پس به شادی بسیار از ضعف خود بیشتر فرق خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند و, و حالا اگر میخواییم عزیزان فیض اون به فراوانی ما رو در بگیره ای دو پارامتر دیگه هم به شما میدم بگذارید آیات کلیدی رو رو بکنم اینجا میخوام رو کنم همه آیات خداوند کلیدی هن. ولی بعضی ها خدا رو شکر پس خواهش میکنم دقت کنید دقت کنیم تا بزرگ بشیم و قوت خداوند رو بتونیم دریافت کنیم مرقس ده آیه چهل و سه و چهل و این جزو اون فرمولای هست که قدرت خداوند رو بیشتر تو زندگیمون برکت خداوند تو زندگیمون حضور خداوند تو زندگیمون حس بکنیم دریافت بکنیم و ببینیم که ضعف خداوند چجوری ضعف خداوند در ضعف ما چجوری ما رو قوی میکنه موقعی که فهمیدیم ضعیف هستیم و فیض اون رو دریافت کردیم و اطاعت اون رو کردیم و فروتن شدیم و هر لحظه اون رو پیروی کردیم دو تا آیست. است مرقس ده آیه چهل و سه و چهل چهار لیکن در میان شما چنین نخواهد بود خب این قسمت اول آیه رو ما خوندیم ولی منظور این قسمت بعدی که دارم میخونم بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود خادم شما باشد واو میخوای بزرگ بشی؟ میخوای قوی بشی؟ خادم 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 باش خادم خداوند باش در خدمت قدرت هست قوت هست اطاعت کردی؟ فروتن هستی؟ هر لحظه کلام خداوند در رست زندگی تو هست و خادم خداوند هستی واو فوقلاده است فوقلاده است هلیلویه میخواییم قدرت خداوند در زندگی خودمون به فراوانی ببینیم خدمت خدا رو بکنیم کسی که کلام خداوند میگه بزرگ بیشین می دوباره میخونم بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود خادم شما باشد خادم شما باشد ولی یک بود دیگر میخوام بگم به شما آیا میخوایید خیلی 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 قوی تر باشید حتی از خادم خداوندم قوی تر این مسابقه های اتومبیل رانی رو دیدین آقا دو تا اتومبیل دارن رقابت میکنن یهو یکی دکمه نیترو رو میزنه پسیکو یوهو اوج میگیره میره میخوام دکمه نیترو اون دکمه رو به شما نشون بدم قوت اونو دریافت کنیم تا قدرت اونو دریافت کنیم که دیگه نگی ما ضعیف هستیم خوب ما پس مرقس باب ده آیه چهل و سه رو خوندیم حالا میرسیم به چهل و چهار خوب گوش کنید خوب نگاه کنید آیه چهل و چهار میگه هر که خواهد مقدم بر شما شود غلام همه قلام همه باشد اینجا داره دو تا موضوع صحبت میکنه میگه میخوای قوی بشی؟ خادم باش اگه میخوای دکمه نیترو رو بزنی بین این قوی ها اول اول اول, اول بشی أو قلام مسیح باش غلام مسیح باش میدونین چرا؟ یعنی برای که خدمت میکنه میتونی یه زمانی هم خدمت نکنه ولی غلام دیگه اختیارش دست خودش نیست پس همه ما اگر میخواییم قوی باشیم خدمت کنیم اگر میخواییم فوق قوی باشیم غلام مسیح باشیم غلامی شو بکنیم هرچی اون گفت بگیم چشم هر جای اون گفت برو گفت چشم حتی اگر فکر و عقل و زندگیت میگن که این از بابت دنیاوی که اشتباهه ولی اگر خداوند میگه برو برو اگر خداوند میگه بکن بکن اگر تو غلام اونی بیچونه چرایی بیچونه چرایی میخوای اول بشی یا اگر نه میخوای خواب حالا قوی بشی هم در همون وسط بسطا بمونیم در خدمت خداوند بمونیم در هر شرایطی بدون چون و چرا اینجاست که قدرت به قدرت اون به فراوانی در ما کار میکنه در غلامان اون دیده میشه قدرت خود قدرتش در غلامانش به فراوانی دیده میشه غلام مسیح دیدین چقدر قدرت داره چقدر قوت داره اصلا راه میره تو نگاه میگه میگه واو ولی کسی ادا در میاره فرق داره کسی ادای غلام مسیح رو در میاره ادای خادم مسیح رو در فرق داره شاید برای آدما ادا کار بکنه ولی برای خداوند که کار نمیکنه منشه قدرت اونه اون قدرت میده اون عزت میده اون کرامت میده به ما اون بلند میکنه ما رو اون از ضعف ما رو بیرون میاره اون ضعیف و قوی میکنه اون ضعیف و قوی میکنه و اون موقع است با همدیگه باید بگیم چی بگیم؟ فیلیپیان چار سینزه. همه باید با همدیگه بگیم فیلیپیان چهار سینزه او oh, هللویا موقعی که اینو فهمیدیم اون مسیر رو طی کردیم فیلیپیان چهار سینزه میگه همه ما باید اینو با قلب و جان خودمون بگیم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکند اون منو تقویت میکنه قدرت من از اونه قوت هر چیز رو دارم قدرت هر چیز رو دارم در مسیح دیگه من انسان ضعیف و بدبخت و فلک زده و یک گوشه نیستم که بیاد بزنه تو, تو سر من قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می کند من غلام مسیحم من خادم مسیحم من مطیع مسیحم چون اون منشه قدرته اون منشه قدرته من فقط این دو شاخه ایمانم رو وصل وصل میکنم بهش خدا کنه دو شاخه ایمان همه وصل باشه شغلاطیان د ب بخونیم غلاطیان ۲ 20 او هللویه قوت داریم قدرت داریم در اون چرا برای اینکه غلاطیان ۲20 با مسیح مصلوب شدم. ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی می کند مسیح قدرتمند در من و شما زندگی می کند و زندگی که حال در جسم می کنم به ایمان به پسر خداوند می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد خود را برای من داد اون خودش رو برای ما داد که ما در ضعف نمانیم در ضعیفی نمانیم در افتادگی نمانیم در بدبختی نمانیم در مریضی نمانیم نمانیم ایسا در ما هست یا نه نیست اگه هست ما قوی هستیم دنیا رو نگاه نکن چی بهت میگه دنیا همیشه چیزای بد به تو میگه چیز خوب فقط در کلام خداونده چیز خوب اینجاست فوقلاده است یک نقطش هم نمیتونی بگی که اینجا شاید شاید باشه چیز بد وجود نداره در این چون کلام زنده خداونده هللویا از این مثال دیگه بزنم کفه ترازو رو دیدین کفه ترازو رو در نظر بگیریم هر چقدر کفه ترازویی که ما خالی میکنیم از دنیا اون چیز در ما وجود داره اون کفا رو از اعمال دنیاوی خالی کنید خالی کنید بنازید دور از اعمال دنیاوی از قضاوت از کینه از حسد از تردید از پشت سرحرفزنی خالی کنید این کفه ترازو رو خالی کنه یه اتفاق میفته اون ای که خالی کردید از دنیا چه اتفاقی میفته میاد بالا میخوای بیای بالا کفه ترازویی که از دنیا پر شده تو زندگی خالی کن اونارو رو بندازش دور این اون امن اشغالای زندگی ما هم هستن غضب تردید دروغگویی نفرت بریز دور رو بیا این بالا او oh, خودمون رو فروتن کنیم غلامی خداوند بکنیم چون قدرت عزت اول بودن فقط در اونه فقط در خداونده که آدم اول میشه عزت داره قدرت داره شادی داره ثروت زمین آسمان داره آرامی داره سلامتی داره آه برکت داره فقط در اونه بی برو برگرد در هیچ انسانی نیست خدا شکر برای تمام خادمین ولی کل خادمین دنیا رو بذاری یک طرف هستن کلام خدا یه طرف دیگه است قدرتی دیگری داره خدا شکر برای خادمین همه خادمین که راستین هستن میخوان کلامو به من تو بگن برسونن ولی انسانن و انسانم پر از اشتباهات انسانی هللویا و زمانی که فقط از اون اطاعت میکنیم دیگه دنیا به ما قدرتی نداره برای اینکه ما قوی هستیم دیگه دنیا به ما قدرتی نداره پول داره برای خودش پول داره من هیچ قدرتی نداره رئیس جمهوره برای خودش رئیس جمهوره بر من هیچ قدرتی نداره من اطاعت میکنم از قوانین کشش برم ولی نمیجه میذارم تو سر من بزنم من شاید یک انسان ضعیف بودم ولی از اون موقع که روح خداوند در من و شما کار میکنه دیگه ما ضعیف نیستیم قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکنه آمین آمین خدا رو شکر خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند و قوتی که در کلامش هست و برکتی که اون به ما میده موعظه امروز تموم شد ولی قدرت خداوند تا عبدالآباد هست همون قدرتی که در من تو کار میکنه پس بیا شکر این قدرت باشیم مرسی خدای زنده که قدرت تو در ما کار میکنه قوت تو در ما کار میکنه آرامی تو در ما کار میکنه آرامش تو در ما کار میکنه و اعلام میکنیم قوت هر چیز را داریم در مسیح که مرا تقویت میکند مرسی خدای قوت مرسی خدای آرامی مرسی خدای بینهایت قدرتمند که در ما زندگی میکنی ا خداوند شکرگذار تو هستیم که اجازه میدی ما به عنوان فرزند و فرزند خوانده در تو باشیم مرسی خدای زنده مرسی خدایی که برکت میدی به من به اعضای کلیسا و تمام کسایی که این عزیزان تمام کسایی که این موعظه رو میشی شنوند تو هستیم شکرگزار تو هستیم در نام پرتوان عیسی آمین هفته ای پر از برکت پر از شادمانی پر از پیروزی پر از حضور و خداوند و برای شما میطلبم